تمایلات مردم ایران نشان می‌دهد ملی‌گرایی در جامعه موج می‌زند و میهن پرستان آزادی‌خواه و مدافع دموکراسی یکتاز جنبش‌های اجتماعی هستند و جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین عامل ویرانی و عقب ماندگی کشور سرانجام از صحنه روزگار محو می‌شود. مؤسسه نظرسنجی ارفی در گزارش اخیر خود دیدگاه حدود 18,000 شهروند ایرانی را در خصوص گرایش‌های سیاسی و اجتماعی در آخرین ماه 2023 محک زده. در این گزارش آمده انگیزه‌های مختلف در میان شهروندان بر کنشگری آنها نیز تأثیر می‌گذارد و شوق و میل و آرزوهای آنها برای دوران پس از حکومت مذهبی بیانگر نیاز جامعه به آینده‌ای مبتنی بر آزادی و دموکراسی است که می‌بایست بر اساس همبستگی و مشارکت‌های سیاسی و مدنی تأمین شود. اینها عناصری هستند که گفتمان‌های طرح شده از سوی میهن دوستان بر آنها تأکید می‌کنند و بیشترین اثر را بر روند گذار و تغییرات بنیادین دارند. تأثیر آنها به وضوح با اعلام ارزش‌های مشترک با جوامع باز و آینده‌ای بهتر برای ایران در این نظرسنجی دیده می‌شود. بر اساس این نظرسنجی 93.4% شهروندان خواهان تغییر رژیم در ایران هستند که حدود 3.6 میلیون نفر از این ناراضیان به طور فعال در اعتراضات آینده علیه حاکمان اسلامی شرکت خواهند کرد. همزمان با اینکه بیش از 93% با صراحت خواهان حکومت و حاکمیت جدیدی هستند، بیش از 3 میلیون نفر جسارت و آمادگی برای پیشروی فعال علیه رژیم ولایت فقیه دارند. رژیمی که جامعه را با انواع مشکلات به بشکه باروت تبدیل کرده است، آن هم در حالی که آزادی، میهن و عدالت و دادخواهی در صدر اهداف جامعه قرار دارد. بر اساس لیست افرادی که در این نظرسنجی نام آنها برده شده و در درجات اهمیت در روند وقوع تغییر در ایران قرار می‌گیرند، به ترتیب شاهزاده رضا پهلوی، فاطمه سپهری، علی کریمی و شاهین نجفی در صدر پاسخ‌ها قرار دارند. پژوهشگران عرفی گروه‌های اجتماعی را در روند تغییرات سیاسی ایران به سلبریتی‌ها، اینفلوئنسرها، اصولگرایان، اصلاح طلبان، لیبرال‌ها و میهن دوستان تقسیم کردند. اصلاح طلبان و اصولگرایان به ترتیب در انتهای اقبال از سوی مردم قرار دارند و میهن دوستان با فاصله زیاد از دیگر گروه‌ها از جمله لیبرال‌ها از بیشترین اقبال و محبوبیت برخوردار. منظور از لیبرال ها در این نظرسنجی گروهی از اصلاح طلبان سابقند که خواهان گذار از استبداد دینی هستند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده بیش از 63% از پاسخ دهندگان از سیاست های اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی حمایت می کنند. آمارها نشان می‌دهند دیگر موضوع بر سر بررسی میزان محبوبیت جمهوری اسلامی در جامعه نیست، بلکه میزان نفرت شهروندان از رژیم اشغالگر اسلامی به چنان درجه‌ای رسیده که احتمال دارد این نیروی آزادی خواه انباشته در جامعه در صورت فراهم آمدن شرایط خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌رود جمهوری اسلامی را از صفحه روزگار محو کند. از قلب تهران به محمد رضا شاه پهلوی سلام.